پس هدف لگ آف سویچ خفا میدین. سویچ در صورتی که اگر ما بالای گذارم مقطعی کار داشته باشم سویچ میکنیم، یعنی اگر در فایل رکم استفاده کنم، یعنی اگر سیو هم نشده باشه از بین نمیره. و لگ آف که هسته اگر مثلا فایل سیو هم نشده باشه مستقیم از بین میره. و بعد میم هدف دیگه که ما داریم، چطور میتونیم که لمت دفعتا ادمنستریتور بسازیم و پس چطور میتونیم که چنجش کنیم و کاربرد از ایشی هسته. مثلا ما یک دو یوزر ایجا ایجاد میکنم، میایم میگم کریت ا نیو اکاونت مثلا به نام ادمین و بعدا میگم نیکس کامپیوتر ادمنستریتور کریتش میکنم و بعدا یک کریت ا نیو یوزر یک یوزر دیگه میگم. یعنی در صورتی کار انجام دادن میتونیم که غیر از کامپیوتر ادمنستریتور دو یوزر دیگه داشته باشیم، مثلا به نام آل نیکس و ایره لمتد ایجاد میکنم و بعدا یک یوزر دیگه ایجاد میکنم به نام مثلا یو این نیکس ایرام لیمیتد ایجاد میکنم بعدا کریت اکام این آله. ما در قسمت ایچی هست کمپیوتر ادمنستریتور، یعنی بالا از یا مرنو تغییرات بالا استم آورده میتونیم، اگر بالا از یوزر هم باشیم چی هست کمپیوتر ادمنستریتور و ایچی هست لیمیتد، بالا از این هم میتونیم میشنم تغییرات بریم و بالا از یام این حال دفتا اینمی یون کدام کمپیوتر از بساس نتورک امکان داره که یک از این کمپیوتر ها باشه. دفتا یک مشکل سیستمی مثلا در قسمتش داخلی کمپیوتر ایجاد میشه، چطور رال بسازیم؟ پس ما میخواییم که امی مثلا بالا امی یون کلمت د اکاونت است اونو کمپیوتر است، یعنی بساس نتورک ما معلومات میتون میخوایم که مشکلش حل بسازم، پس چطور ایره ما میتونم ادمنستریتور ایجاد کنم؟ خب پس هدف ما از مشکل ایجاد کردن از اینکه ما مشکلش مثلا حل بسازم چی است؟ باید از ادمنستریتور باشه، یعنی بالای لیمیتد خانه میتونیم سیستم تغییرات وارد کنیم. پس میایم بالایش کلیک میکنیم و بعد اینجا داریم چند اکاونت تایپ، فعلا چی است؟ لیمیتد اکاونت. پس بالای از اینکه بیایم پس میتونم بگیم کامپیوتر و بعدا چنج اکاونت تایپ به چی تبدیل شد؟ یعنی موقتی میتونیم که بخاطر که مشکل ایجاد شده پس مشکل شکل ساختم پس میم لیمیتد میسازمش. از قسمت چی میتونیم کار انجام بده؟ چنج اکاونت تایپ، یعنی کاربرد اساسی ازی خب بالا یک کامپیوتر هم هست، یعنی کاربرد خاصش بالا این نتورک است، چرا که در بساس نتورک غیر مثلا امو ادمنستریتور که از کلش لیمیتد است. بعض وقتا مشکل ایجاد میشه، اون مشکل ها امکان داره که امروزه یک بار بالای بعضش رخ بده، پس ما چطور حل بسازیم؟ خب لیمیتد از بالای سن تغییرات آورده نمیتونیم، پس چی میکنیم؟ یوزرش ادمنستریتور جور میکنیم. این حالا پس به می اساس میتونم که ایران با می قسمت فقط بالایش میایم و اینجا میگم چند اکاونت تایپ و بعدا میگم یام چی باشه؟ کامپیوتر ادمنستریتور. و مثلا اینی قبلی ما چی بود؟ کامپیوتر ادمنستریتور. مثلا اینش تو میتونی پس لیمیتد ایجاد کنی، فقط بالایش کلیک کرده چند اکاونت تایپ پس میگم لیمیتد باشه، یعنی همزمان هم خود یوزره. هدف ما از این است که مستقیم جدید ایجاد کنیم، متوجه هستین؟ و به اساس مثلا مشکل از یامال شد یو این، پس می خواهیم که پس به لیمیتد تبدیل کنم، چند اکاونت تایپ می گم لیمیتد باشه. و بعدا می در قسمت هدف از ایره خرسیدین ایره که سوال هم کده بود و بعدا میایم در قسمت پرفورمنس اند مینتیننس و بعدا ما دیگه داریم اسکیجول تاسک، چطور ما میتونیم که یک تقسیم اوقات کاری خود در قسمت ایجاد کنیم؟ مثلا چطور فعلا در دفتر یونما که مثلا برین هر کس اگر مثلا کس ادمین است، ادمین بالای طور مثال بالای کدام پروگرام کار داره؟ ورد اکسل. مستقیم همش بچه که تایم کاریش میشه کامپیوتر که انشاءالله میکنه، او دیگه هیچ پروگرام حق نداره کار کنه، کلش بند است به اساس نتورک بالایش، نه اینترنت نه میدیا پلیر، در حقیقت می آل پروگرام نیست. پس مستقیم همش بچه کمی میشه اما کامپیوتر خود به اصطلاح استارت میکنه، کامپیوتر مثلا پروگرامای بالاش کار میکنه، ورد اکسل اتوماتیک براش باز میشه، یعنی به اساس یک تقسیم اوقات هست. چطور ما میتونیم یک تقسیم اوقات ایجاد کنیم؟ پس توسط اسکیجول تاسک میتونیم انجام کنیم، بالاش کلیک میکنیم و بعدا میگیم مد اسکیجول تاسک و بعدا میگیم نکس. خوب متوجه اینجا دقیق و بعدا که نکس گفتیم یک بساس ویزارد اینجا داریم اپلیکیشن، هر پروگرام که بالای کامپیوتر انسال مثلا یا نصب شده باشه کلش دیگه قسمت هست، یعنی کدام پروگرام در کدام ساعت در کدام تاریخ میخوایی باز شوه. مثلا ما میخوایم پروگرام ورد باز کنم، اینجا چی داریم؟ پروگرام ورد تک میکنم و بعدا میگم نکس. یا مثلا در بعض مثلا در بعض دکانایی است که مثلا فعلا فوتوگراف است عکاسی،
میگه مثلا چون از اینکه یک نفر عکس خداوند رو پنج شنبه وعده میکنم که تو روز پنج شنبه ساعت 3 بجه من عکس جور میکنم، چون از اینکه سر ما بسیار کارا زیاد است، پس ما تو یک تخت مثلا یک تقسیم اوقات ایجاد میکنم که می ساعت 12 بجه روز پنج شنبه شد اما پروگرام برام باشه که یادم بیاد که یعنی من بالای کدام عکس ما کار داشتم. پس میگم پروگرام ورد بعدا میگم نکس. ما در این قسمت داریم پرفارم دس تاسک. اگر بگویم دیلی یعنی امروزه، یعنی امروزه چی شود؟ انال بعد از این باز ما تایم تاریخ ایجاد میکنیم، یعنی امروزه در نمو ساعت 8 بجه نمی پروگرام باشه. و بعدا داریم ویکلی. ویکلی یعنی هفتوار، مانلی، ماهوار، وان تایم آلی. ما میخوایم که یعنی یک بار باشه و دیگه نشه، یک بار که یعنی باز شد. When my computer starts، کینی باز بالای نتورک به اساس دفترهای که فعلا هم کار میشه، میگم در صورت کامپیوتر که میشه دار میشه هر بار، چون از یک بعد از این باز ما ساعت شما یعنی وقت شما این میسازیم، کمی کامپیوتر استارت چی شوه اینوی پروگرام رو که ما انتخاب کنیم باز شما، مثلا کامپیوتر شدان میکنیم کمی مستقیم استارتش کنیم کمی باز شد برای ما دانمو تایم، چرا که مثلا 8 بجه ما تایم اگر انتخاب کنیم در پروگرام مثلا در دفاتره وسیع، چون از یک نظم است باید از 15 کمش کل کارمنده حاضر باشه، یعنی بالای کامپیوترهای خود، یعنی تا دکمش یا پنج دقیق باش میمونه تا کامپیوترها چالان میشه و برق و به اساس 8 افکت میشه این پروگرام بس لا باز میشه. when log on، when I log on، در صورت که اگر ما از این قسمت log off کنم، log off این مجرد کمی log on کنم این پروگرام برم باز میشه، هر بار که مثلا log off کنی کمی log on کنی پروگرام باز میشه، هر پروگرام که باشه. و هدف ما فعلا چی هست؟ one time only، یعنی یک بار همین باز شد و بعد میگم next. start time، در کدام تایم؟ اگر ما بخوایم که 8 بجه پس اینجا میگم 8، 8 PM یا این بالایش آمده میتونیم یه PM شم تغییر بدم، 8 صبح شب. پس به می اساس ما اینجا مثلا داریم استارت دیت در کدام تاریخ، اگر امروز باشه پس تاریخش میتونیم، اگر روز پنج شنبه باشه کدام تاریخ، ما امروز تاریخ دی 21 مثلا ماه دات تاریخ 21 2008 است، پس روز پنج شنبه تاریخ 23 فکر کنم، میگم دمی ما در تاریخ 23 23 کدام روز، می روز پنج شنبه طور مثال روز 3 مثلا پنج شنبه در کدام ساعت، در ساعت 8 شب این می پروگرام برات میشه، یا مثلا میتونیم بگیم 8 صبح دا کدام سال نه سالش هم میتونیم دیگه کنیم. اینا را هدف ما ایسا که فعلا به اساس عملی 3 و 44 است، میگم در 3 و 50 دقیقه میره برای ما باز کن، 3:50 دقیقه پی ام دا کدام تاریخ تا ماه داد تاریخ چند بود قبلا؟ تاریخ 21 دمی یعنی در سال 2008، یعنی ما میخواییم که عملا این کار ما انجام بدیم. و بعدا میگم نکس Enter the username. آیا میخوای بالای بساس نتورک بالای کدام یوزر؟ انال اگر نتورک باشه هر کدام از یوزر هست، متوجه هستین؟ مثلا این بالای یوزر احمد، چون از اینکه کارش در ورد هست محمود هم متصد میکنم که اکسل باز شود. انال پس هدف ما بالای یوزر ها نیست، بالای خود ادمنستریتور هست که نامش افغان همی ادمنستریتور هست، فعلا بالایش کار میکنم همی یوزر. پس اگر بخوایم نامش چنج کنم فعلا بالای کدام یوزر هستیم؟ باز. اگر بخوایم نامش چنج کنم پس میتونم بگویم بالای یوزر احمد، اگر داشته باشیم میتونیم نامش چنج کنیم. و پسوردش ضروری است، در صورت پسورد داشته باشه. انال پس ما دیگه قسمت پسورد زیر باید سیده ایجا درج کنم، سیو چند نقه انتخاب کریم باش کنم، 50 بود یا و بعدا نه امی یوزر که فعلا بالایش هستم کدام یوزر هستم؟ باس. اینجا چی هستم؟ باس، متوجه هستین؟ هر یوزر که باشه اگر بالای یوزر احمد یعنی یوزر احمده برای پسوردش باید ترجمه میکنم، متوجه هستی؟ و بعدا میگم next، یا آپشن تک کرده finish و بعدا اوکی. پس نالا ما ببینیم که آیا همین تایم معینه ما که مثلا 3:50 دقیقه خواست ببینیم باز میشه یا نه. این رو بس گپ نزنه بخاطر که ما عمل کرده کار رو دیگه قسمت ببینیم. ساعت خدا دیگه سعی نکنه اون مزوری از اون ساعت من درش کنیم اون ساعت یک دقیقه من کارتو نبینه ساعت من یک دقیقه تیرست
مورد شد. اینال کاربرد خاص از گفتم بالای دفاتره واسیس که نالم فکر کو کاش بشه صبح اومدی همین کامپیوتر شلون کردی سات فیکس شد پروگرام ورد چرا بالاش کار میکنی با تو دو صورت بالای هیچ یکی از اینا میتونی کار کنی کل شب منسریتور بند ساخت فقط چون از اینکه تو بالای کارت باید تو کار کنی که این فعلا دفتر یونما با می شکل کار پیش میره متوجه هستین و هر پروگرامر خاصه باشیم با می شکل ما میتونیم که از قسمت اسکیجول تاسک ما تنظیم بسازیم و درس امروز ما میجه بس سرگا خواسته باشه پس دلیت کنیم پس میایم بالایش رایت کلک دلیت یس توجه شدی و درس ما از قسمت کن